ناصر هستم، 42 سالمه، 6 ساله در آلمان زندگی میکنم. خب قبل از ایمان به مسیح من مسلمان بودم، توی یه خانواده مسلمان به دنیا اومدم. ببینید، من سعی میکردم همیشه معتقد باشم، یعنی تمام چیزهایی که اسلام میگه بتونم رعایت کنم، بتونم یه مسلمان واقعی باشم، یعنی تمام تلاشم میکردم، ولی فکر میکنم موفق نبودم. همیشه حس میکردم موفق نیستم. ببینید، من همیشه فکر می کردم یه چیزی ناقصه، یک جایی کار می لنگه، من با این کارام نمی تونم خدا را خوشنود کنم یا خودم را خوشنود کنم. یه حس این شکلی همیشه داشتم. همیشه فکر می کردم هنوز کامل نیستم، هنوز این کافی نیست، این عملم که انجام می دم این نمیتونه کافی باشه، یعنی این باید چیزی بیشتری انجام بدم، یه حرکتی عظیمتری انجام بدم فکر میکردم، یا باید کاملتر باشم که نمیتونستم. خب یه جایی آدم پاش میلنگید و میافتاد و بالاخره اینا باعث میشد این حس به وجود بیاد. ببینید، خیلی اتفاقی من از طریق دوستم آشنا شدم با مسیحیت، طوری که دوستم با هم خیلی مدت بود دوست بودیم، یه مدتی چند ماهی ناپدید شد، از من فاصله گرفت، ولی خب من همچنان دوست داشتم باش دوست بمونم. به قولی گفتن این روابط که گذشته داشتیم و داشته باشیم. بعد از مدتی دوباره برگشت و بهم دیدم خب یه تغییراتی شده درش، دیدم خیلی با محبت شده، یه انسان دیگه ای شده واقعا، یعنی حس میکردم خب من شناخت کامل داشتم روش، ولی بعدن که دیدم یه چند وقتی ازم دور بودیم، دیدم خب تغییراتی در این ایجاد شده. کنجکاو شدم، خب خودم پرسیدم، گفتم یه خورده همچین خیلی خوب شدی، با محبت شدی، چیه داستان چیه؟ بعد گفت خب حالا به توضیح میدم، بیشتر با هم صحبت میکنیم. خیلی عذرخواهی کرد، گفت من این مدت نتونستم با هم دیگه بهتری بزنم، بیاد با هم دیگه صحبتی کنیم. بعد خب فردایش دوباره اومد پیشم، بعد گفتش که کنجکاو بودی اینا، به خاطر چی من یه تغییراتی تو وجودم شده، من با مسیحیت آشنا شدم و دوست دارم به تو هم معرفی کنم. گفتم خب من بیشتر البته خوشحال بود، کنجکاو بودم که با من در ارتباطه، بیشتر این برام مهم بود چون چیزی از مسیحیت هم نمیدونستم و اینو بیشتر دوست داشتم که بیشتر با هم باشه. به خاطر اینکه اینی داشته باشم گفتم اشکال نداره، بیا من بده من کتابم میخونم. کتاب انجیلی بهم داد، من خوندم، خب با هم خوندیم. خب اولش حقیقتش من متوجه نشدم کتابو خوندم، البته یک روزم نخوندم، شاید یک هفته اینا طول کشید. بعد تو این یک هفته می اومد بهم سر می زد، ازم می پرسید، می گفتم آره می خونمش، نظرم می پرسید، گفتم خب کتاب خوبیه، قصه خوبیه، خب من خوشم میاد، برام جذابه. بعد که همینجور داشتم می خوندم، خب من قبلنم اهل مطالعه بودم، کتاب های زیادی می خوندم و دوست داشتم، ولی این کتاب حقیقتا متفاوت بود با کتابایی که خونده بودم. بعد خب بیشتر خوندم، یه روز بالاخره فهمیدم که این کتاب کلماتش یه قدرتی توی این کلمات هست. این کلام کلام معمولی نیست، کلامی نیست که من قبلا تو کتابا خونده بودم. بیشتر دوباره کنجکاو شدم، دوباره خوندم، دوستم اومد، با هم خوندیم و این باعث شد که بیشتر من با مسیحیت آشنا بشم. یعنی بخوام به طور خلاصه بگم، خلاصش کنم، خوندن کتاب بود، کتاب مقدس خیلی کمکم کرد و
دوستم که به معرفی کرد. ببینید، من همینطوری که توضیح دادم، من کتابای زیادی میخوندم و همیشه جویای حقیقت بودم. میگفتم خب حقیقت چیه؟ ببینید، قبل از ایمان آدم فکر میکنه، خب من خیلی فکر میکردم، همش میگفتم خب ما اومدیم یه مدتی زندگی کنیم، خب بریم، واقعا این زندگیه، خب ما هرچی هم تلاش میکنیم انگار یه چیزی کمه، یه چیزی ما خلعی داریم، یه چیزی تو وجودمون کمه. خب همش دنبال حقیقت بودم، گفتم حقیقت چیه؟ کتابای مختلف تو فلاسفه، توی ادیان من میخوندم، مطالعه میکردم، جویای حقیقت بودم واقعا. و حقیقت رو من توی کتاب مقدس پیدا کردم، یعنی فهمیدم حقیقت همینه، حقیقت کتاب مقدسه، حقیقت عیسی مسیحه. و این باعث شد که من زندگیمو به عیسی مسیح بسپارم. ببینید، این پروسه‌ای بود، تو نمیشه گفت یک روز مشخصی این اتفاق نیافتاد، این زمان برد تا این حقیقت بر من باز بشه. نمیدونم، شاید 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه زمان برد تا حقیقت بر من باز بشه، تا من کتابی که خوندم دوباره بردارم بخونم. من معمولا کتابایی که میخوندم دوباره نمیخوندم، ولی این کتاب باعث شد من دوباره این کتاب بخونم، بار سوم بخونم، بار چهارم بخونم، بار صدم بخونم. و این باعث بود که هر دفعه که میخوندی انگار یه چیز جدیدی باز میشد. و این باعث شد که من ایمانم، یعنی دست ایمانم رو بسپارم، زندگیم رو بسپارم به دستای عیسی مسیح. بسیار تغییر کردم من، تغییراتی که تو زندگیم شد، اصلا اگه بخوام بشمارم خیلی زمان میبره، ولی چند تاشو بهتون میگم. ببینید، اولین چیزی که من تغییراتی در من ایجاد شد، من به این حقیقت رسیدم که من یک پشتیبانی دارم، من تنها نیستم، من یک چیزی من حمایت میکنه، یک چیزی من هدایت میکنه، یک چیزی من الهام میکنه، یعنی یک چیزایی بهم الهام میشه. در واقع وقتی دلتو قلبتو به عیسی مسیح میسپاری، شما دیگه با عیسی مسیح قدم میزنی، تنها نیستی. عیسی مسیح میگه من در قلبت وایستادم، در را میکوبم، اگه در را باز کنیم میایم تو، یعنی واقعا اگه در باز میکنیم او میاد تو، با ما ملاقات میکنه. وقتی ما در رو کامل باز میکنیم، او میاد تو، با ما میشینه، زندگی میکنه، با ما قدم میزنه. من اینا رو قبلا نداشتم. خب ناامیدی بود، همیشه ترس بود، قبل از ایمانم خشم بود، یک سری اسارت ها بود که من واقعا اینا رو تو وجودم داشتم، و با وجود این که دوست نداشتم اینا رو داشته باشم، ولی نمیتونستم اینا رو یه جوری از زندگیم پاک کنم. ولی وقتی عیسی مسیح اومد تو زندگیم، دونه به دونه اینا رو از من گرفت، دونه به دونه همه اینا محو شد. نمیگم کامل، ولی باز من در مرحله رشد هستم، هنوز که هنوزی کامل نشدم، ولی در دستان خداوند داریم کامل میشیم. ولی خیلی تغییرات شده، تغییراتی که امیدوار شدم به زندگی، دیگه به پوچی نمیرسم. وقتی من کتابای مختلفی هم میخوندم به پوچی میرسیدم، و ترس هایی که داشتم، ترس از شکست، ترس از طرد شدن، ترس از پذیرفته نشدن، عدم اعتماد به نفس، اینها چیزایی بود که تو زندگیم واقعا نمیتونستم باش کنار بیام، واقعا به مشکل برمیخوردم. حتی احتیاط برای اینکه به خودم آرامش بدم، سراغ مواد مخدر میرفتم. خب من واقعا اسارت هایی بود که تو وجودم بود، ولی خدا رو شکر که امروز همه اینها کنار گذاشته شد به کمک عیسی مسیح. من آیه کتاب رومیان، آیه 28 خیلی برام واقعا تو زندگیم کمکم کرده، بهش ایمان دارم که به همه کمک میکنه، که میگه آنان که خداوند دوست دارند همه چیز به خیریت آنها تمام خواهد شد.
تجربه شخصی که داشتم، خیلی وقتا اعتماد کردم به این آیه و ایمان کامل دارم، خیلی وقتا جایی که به مشکل برمیخورم به این آیه رجوع میکنم، به این آیه پناه میبرم و این آیه رو با خودم تکرار میکنم و ایمان دارم و همین اتفاقم هم براش میفته. یعنی همین تجربه رو من تو زندگی میکنم، یعنی خیلی چیزها در نهایت به خیریت هم تمام میشه، خیلی از مشکلاتی که به وجود میاد. دوست دارم به تمام کسایی که این فیلم رو میبینن بگم جویای حقیقت باشید دوستان، جویای حقیقت باشید، حقیقت رو پیدا خواهید کرد. مسیح گفت من حقیقت هستم، هیچ کس به جز مسیح نتونست این ادعا رو بکنه. مسیح گفت من راه راستی هستم و این راه راستی به جز مسیح نیست. من دوست دارم به اینو به همه اعلام کنم و به شما قول میدم که واقعا عیسی مسیح باید تجربه کرد، عیسی مسیح باید زندگی کرد. من و دعا میکنم برای همه که خداوند عیسی مسیح همه رو پیدا کنه و اون برکات تو زندگی همشون جاری بشه.